بینندگان گرامی، در اینجا همراه میشیم با همکارم مسعود پیرنیا برای مروری بر روزنامه‌های حکومتی امروز. مسعود، سلام می‌کنم به تو و گزارش رو آماده سیم ببینیم. بله امید، سلام به تو و سلام به بینندگان عزیز و قیام آفرینان قهرمان. روزنامه‌های حکومتی امروز شنبه 18 فروردین بیشترین عنوان‌های خودشون رو به برجام و سرنوشت اون و دعواهای باندی حول اون اختصاص دادن. آفتاب یزد: دو سال بعد از برجام، وزیر خارجه که لقب قهرمان ملی گرفته بود کم پیدا شده است. حاشیه نشینی ظریف. جوان: کابوس اروپا از غنی‌سازی مجدد ایران. عصر ایرانیان: رئیس سازمان انرژی اتمی از ضرب شست ایران در صورت منتفی شدن برجام خبر داد. عوام فریبی صالحی: فیل هوا میکنیم. قدس: افشای پروژه ترامپ با سخنان جدید نماینده آمریکا در سازمان ملل. ایران و اروپا برجام را برای خودشان نگه دارند. کیهان: نتیجه بی‌توجهی به شروط 29 گانه. نیکی هیلی: ایران در برجام میماند حتی اگر ما از آن خارج شویم. روزنامه هر دو باند حاکم به گوشه های از وضعیت اقتصادی تحت حاکمیت پرید آخوندی اذعان کردند. قانون: جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس پیشین شورای رقابت، سرتاپای مدیریت اقتصادی مان غلط است. همدلی: سلطه کوته نگران بر اقتصاد ایران. فرشاد مومنی یک مثلث ضد توسعه‌ای را تحلیل کرد که اقتصاد ایران را در دست گرفته است. تجارت: پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول و کارشناسان نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان در فضای ابهام. رسالت: علوی گرگانی: دولت فاصله بین انتظارات مردم و وعده‌ها را کاهش دهد. در روزنامه حکومتی عنوان‌های مربوط به حمایت از کالای ایرانی از شکست خوردگی اون خبر میده. آرمان: ورود قاچاقی 63% لوازم آرایشی. جوان: سهم 75% محصولات چینی در سوقات 30 میلیون زائر مشهد. رسالت: فرهنگ استفاده از کالای ایرانی را باید از رجال مملکت شروع کرد. سیاست روز: مدعی تولید ملی و دلبسته واردات. خود خامنه ای هم که از روز اول داشت این شعار حمایت از کالای ایرانی رو میداد، میگفتش که میدونست که خلاصه این حرف بی محتوای و عملی نخواهد بود. بله، مثل سایر شعارهای هر سالش. اما یک روزنامه باند روحانی کالای ایرانی رو مشروط به تحقق الزاماتی دونسته که تو این رژیم ناممکنه و به این ترتیب تلویحاً اونو شکست خورده اعلام کرد. ابتکار: یکی از حلقه های مفقوده حمایت از کالای ایرانی عدم وجود اندیشه ایرانی است. ما فکر و اندیشه ایرانی نه تولید میکنیم و نه اگر هم تولید شود کسی به آن بها میده. اگر فکر و اندیشه کسی ایرانی نشد، دستان او هم نمیتواند کالای ایرانی تولید کند. ما چون فکر ایرانی نداریم، مصنوع ایرانی نیز نداریم و در این مسیر چندان سرخورده شده ایم که غرور ملی خود را باخته ایم و برای امضای ایرانی بر کالاها غیرت ملی خرج نمی کنیم. وقتی اندیشمندان ما قدرت نیابند، صنعت ایرانی تنها یک خیال خام است. البته بدیهی است که تولید فکر ایرانی با تخفیف سایر اندیشه ها و اندیشمندان قابل دستیابی نیست. فکر ایرانی با گفتگو با سایر اندیشه ها قابل تولید است. امکان در گفتگو متولد می شود. بستن مرزها راه تقویت خودی ها نیست. فیلترینگ تلگرام یکی دیگه از موضوعات دعواهای باندیه که در عنوانهای صفحات اول روزنامه ها انعکاس پیدا کرده. آرمان: نه مردم به نظرسنجی تلگرامی علم الهدا.
تصویب فیلتر شدن تلگرام تکذیب شد. آرمان، آیا با فیلترینگ میتوان واقعیت را از مردم پوشاند و مانع افزایش آگاهی سیاسی مردم شد؟ این اقدام ناامیدی را در جامعه بیشتر میکند. علاوه بر این، برای دسترسی به تلگرام فیلتر شکن موجود است و فیلتر کردن آن فقط دردسر بیشتری برای مردم ایجاد میکند. شرق، مسئول انحصار تلگرام کیست؟ به جنگ تکنولوژی نرویم. تاریخ درس‌های ناکامی‌های بسیاری از تقابل با تکنولوژی به ما می‌دهد. مسئول انحصار و مونوپول تلگرام کیست؟ نتایج تصمیمات خود را به مردم منتسب نکنید. بر اثر همین نوع تصمیم‌گیری‌ها، بستن وایبر بود که ایرانی‌ها به رسانه آن موقع گمنامی مثل تلگرام کوچ کردند و بر اثر همین نوع تصمیم‌ها بود که رسانه اجتماعی در ایران روسیزه شد. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان گزارش خودمون از رسانه‌های حکومتی با تشکر از همراهی شما. منم خیلی تشکر می‌کنم مسعود از گزارشی که دادی.